بعد میخوای برگردونی، یک راهکار دیگه هم داره تا میخوای برگردی. چی؟ ناامیدی از رحمت خدا. این استادانه میدونه دیگه اصلا گناه کبیره است. گناه که نابود میگه بدبخت این همه گناه کردی، ول کن دیگه، تو در دست رفتی دیگه، نمیشه اینطور نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست، برگرد. ببین یه چیزی بهت بگم، عشق کن، کیف کن. ما هیچی تو این دنیا نداریم که اگه از دست بدیم، خب اگه به دست بریم مطمئن باشیم که اینو به خدا میرسونیم. چند جا گفتم تو سخنرانی، آقا نمازای خوبی خوندم، ممکنه بزنی فاتحهشو بگی، صدقه زیاد دادم، گفتم روش باطل کردنش خوب بلده اعمال دست راستی رو خراب بکنه، بزنی فاتحهشو بخون، هیچی رو نمیتونی، قسم حضرت عباس بخونی که میتونی کامل دست خدا برسی، چون خدا میگه این حسناتو باید به من برام بیارید، نه که بفرستید، که میگه من جاء، یعنی هر کسی بیاد با اون چیزش. ببین شما بارو گفتم مثلا از چین طرف میره بار بخره، تو بندر چین بخره یه قیمتی داره، بیاد بندر عباس یه قیمتی داره، بیاره تهران چیه؟ یه قیمتی. قیمتش چی میشه؟ بیشتر میشه. یه چیزی از حاضرم قسم حضرت عباس بخورم به خودمون میبریم. اما من اول اشتباه میکنم، من رفتم نگاه کردم دقیقاً حدسم درسته. روایت دیدم عجب روایت هم داره. قرآن نمیگه من جاء بالحسنات، میگه من جاء بالحسنه. اصلا حسنات فقط یه چیزیه میتونید با خودتون قطعا ببرید، مطمئنم که میبرم، اونم چیه؟ حدسم بون بود. گفتم اما چون حدس گمان خودمه نمیتونم بگم. رفتم تفسیر برهان ببینم روایت داریم دیگه، گفتم بله، نوشته اون حب ما اهل بیت. گناه کردم، خدا به حضرت عباس قسم من محب عباس بودم. من در این که محب امام حسینم هیچ شکی، این دوستش دارم دیگه، حالا گناهم کردم، دوستم نداشتم گناه کنم. اسمت هم چیه؟ خدا غفور. غفور یعنی چی آقا؟ بخشم. پس یه کسی باید یه خطایی کنه که ببخشه دیگه. یا غفار از او مولا، یا مولای انت الغفار و انا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفار. ها کی؟ اگه تو او غفاریتو نشون ندی، اینجاست شیطان ناامیدت میکنه، بازی نخوری. میگه الهی و ربی و مولای انت قلت فی کتابک و قولک حق. خدایا ای سید من، ای بزرگ من، ای مولای من، تو کتابت گفتی و اون حرفت حقه. من جاء بالحسنه، هر کی بیاد با حسنش. و لیس لی حسنه و لیس لی حسنات، من نه حسنه ای دارم نه حسناتی، الا بکاء لقتیل الابرات، ها، جز اشک بر حسین. مولای یا مولای عشق کن، یا رب الجن والانس لیس لی شای، یا رب الجن والناس لیس لی شای الا حب مولای العباس. من اینو دارم، اینو مطمئنم، اینو با خودم میبرم. این اون روزنه نوریه که اگر سیاه سیاه هم شدی بر میگردی، نترس شیطون یه وقت ناامیدت نکنه، برمیگردی. اون بذریه که از اول تو گل تو هست، شیعیان ما رو از اضافه گل ما آفریدن، اون شبنم عشقی که به این خاک خورده گل شده، آلوده میشه، روش لعاب میگیره، اما این گل میکشه میبره. اصلا اهل بیت میکشن میبرن آدمو، مثل یه بذری که میبینی 20 سال توی بیابونی آب نخورده، بعد 20 سال بارون تا میاد دیدی بارون تو این بیابونا یوهی سرسبز شه، میگه بابا این همه اینجا گیاه بوده، اون آبه باید بخوره. من اون آبم بهت میگم چه؟ اشک بر ابو عبدالله، اشک بر ابو عبدالله زنده میکنه گل خلقتو. کشش داره نام اهل بیت، کشش داره نور الهی، کشش داره. بابا سگ اصحاب کهف حیوان بود، نور الهی اینو میکشید میبرد. خدایا اون محبت اهل بیت رو ببین، وقتی ابا عبدالله حلم ناصر ینصرونی سر میده، او بچه 6 ماهه توی گهوارم. بعضی به خودشون میگن آخه مگه بچه 6 ماهه میفهمه که تکون بو؟ میگم آره بابا نامرد، مثلا نمیشه اینجا مثال زد، اما میگم باری داستان اصحاب کهف رو بخونید. 6 ماهه ابا عبدالله تکون خورد، پرت کرد خوش از گهواره بیرون. میکشه اون خواستن امام، اون خواست تو دلمون هست، تو وجودمون هست، در این هیچ شکی نداریم.
به این فکر بکنید هر لحظه دیدی گناه کردی شهادتین بگو برگرد، بگو خدای به علی اصغر امام حسین منو ببخش. چون حضرت علی اصغر داستانش فرق میکنه، بارها گفتم حضرت علی اصغر این قضیه ها رو نگاه میکنی همه ماجرا یه طرفی بچه هایی رو که زدن نگاه میکنی خیلی فرق داره، خودش خیلی فرق داره. میبینی بچه نوزاد آوردن ها، آدم حالا روزه ایم آدم میفهمه یعنی چی، حالا که روزه ایم درک میکنیم یعنی چی. روزا بلنده، یک ساعت مونده اون روزاییم که زیاد رفتی بیرون چرخیدی آفتاب خوردی، الله اکبر. تشنگی اونی که آب بهت نرسه، آتش چیز دیگه است. کسی که تصادف میکنن سلول بدنشون آب میخواد، خون از بدنشون میره سلول یعنی حتی اینا رو دستشون رو توی آب میکنی آرامش پیدا میکنن، دستشون رو تو آب میکنی آرامش پیدا. ببین دیدی آب نبادن بهشون داد، دستمال خیس میکنن میزنن به چی؟ به لباشون. آیا این آب خورده؟ نه، اما آرامش پیدا میکنه. یعنی وجود سلول بدن آب میخواد. حضرت ابا عبدالله او خونی که از پیکر مبارک رفت، این لامصب این شمشیرام سنگین بود آخه. اینا مثلا تو فکر کن 20 کیلو آهن رو دستت بگیری هی بچرخونی 5 ساعت 6 ساعت این آهن رو بچرخونی، به خدا نمیتونی. حضرت علی اکبر وقتی برگشت چی گفت؟ بار اول رفت برگشت گفت آتشو قد قتلنی، بعد دومی چیزی که در موردش نالید همین سنگینی سلاح بود. گفت این سیفم خیلی سنگینه بابا، از دوش افتادم، از کتوکول افتادم، آتش سنگینی سلاح، بعد آفتاب گرم این خورده، خونم رفته، آبم نخورده. ببین وقتی گفتم خون میره یه آبی لاغل به این لبا بزنن، به حضرت علی اکبر خواست اون خشکی رو زبان از دهان مبارک در رو دید مثل چوب خشک بود، خشک بود بابا. این بچه لباش خشک خشک بود، علی اصغر نمیتونست برسه، یه آب رو نتونست برسه. بعد آقا عبدالله نقل شده الله اکبر، حضرت میفرماد که نگاه کن دود میدید دیگه آسمان، چنان این چشا سیاهی میرفت اصلا سیاه میدید آسمونو. بعد تو اون هیروبین این شمشیر خون از بدن رفته، بعد این حرومزاده ها میگفتن حمله کنید به خیمه. وقتی علی اصغر رو به میدان میاد میگه بابا این بچه ببین نگاه کن تلزی اون ماهی که بیرون افتاده، ماهی هر موقع دید از دیگه دهانشو باز و بسته میکنه دیگه تو آبم برگردونی بازم میمیره، میاد این چپه میشه میره. میگه وقتی طفل من به تلزی افتاده یعنی چه آب بدید، چه آب ندیدی میمیره. بیاد لاغل بگید انقدر کثیف و خبیث و نجس نبودید تو تاریخ، لاغل بگید این کارو کرده. حجت تمام کرد حضرت علی اصغر. امروز هم این صهیونیستا دارن حجت تمام میکنن چرا چشمای این حرام لقمه هایی که دارن میبینن از این افراطی ها، چه شیعه باشن چه سنی. من دیدم طرف میاد میگه آقا این فلسطینیان ناسبه ان، نریم. الله اکبر، او بچه کوچیکو نمیبینی تو؟ خیلی آدم باید بی شرف باشه خدا شاهده. و تو یزیدی چون دشمنته میگی همین اصلا گیریم ناسبی هم باشن که نیستن. من به شما میگم این توتهی بود که خود همین صهیونیستا کردن، عکس فتوشاپ میکردن با پرچم داعش میوردن پخش میکردن، برای همین بود گیریم که اصلا دشمنته. مگه ابا عبدالله دشمن اونا نبود؟ انتظار داشت آب بدن یا نه؟ بشریت انتظار داشت آب بدن یا نه؟ داشت. گفت دین ندارید آزاد مرد باشید. تو چه فرقی داری وقتی اینجوری بچه کوچیکو دارن به خاک و خون میکشن؟ حالا میفهمیم روزه علی اصغر واقعی بوده، ما میفهمیم اینو داریم درک میکنیم. هیچ تشنگی بد دردی، حالا فردا مارمزونی، فردا یه خورده میری روزه قدس بیرون یه خورده بیشتر تشنت میشه تو افتاد. دم افطار میدونم اذیت میشی، اون موقع من ازت خواهش میکنم و فقط روزه علی اصغر بیا جلو چشم. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون. سه تا صلوات نهات بفرم.